با دردها و بیماری‌های خود خداحافظی کنی. سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از کودکی تا کهنسالی همراه شما است. ارسال به تمام نقاط دنیا. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا ذکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-5044. میترا هلت. www.mitrahealth.com. هر کجا هستید آرامش را به زندگی دعوت کنید. جوانی و زیبایی حق شماست. من دکتر میترا ذکریایی برای رسیدن به یک زندگی شاد، آرام و سالم همراهتان خواهم بود. با درودی به زیبایی عشق و زیباتر از اون غنچه های نازنین گل های بهاری و با سپاس از اینکه شما عزیزان با لبخند نازنین ترتون به برنامه من رونق و صفا میدین و نیروی مثبتتون تا آخرین لحظه برنامه وامنید. امروز من میترا ذکریایی هستم و امروز روز چهارشنبه. من امروز میترا ذکریایی نیستم، هر روز میترا ذکریایی هستم، ولی روز چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر 15 مارچ 2016 که این برنامه رو به طور زنده از تلویزیون پارس دارید تماشا میکنید. فردا صبح ساعت 5 به وقت کالیفرنیا دوباره این برنامه بازپخشه، یعنی ریران میشه. اگر سوالی دارید و کانسالتی میخواید بکنید لطفا با شماره 415-450-5044 تماس بگیرید. باز از تلفن هاتون و تماستون سپاسگزاری میکنم و شرمنده از دوستان عزیزی که زنگ زدن و از ایران بود یا از کشورهای دیگه و مسیجی نذاشتن، شمارهشون هم نیافتاد. به هر حال چهارشنبه سوری هم که گذشت، البته امروز روز چهارشنبه است، همه منم لباس سبز پوشیدم، همه غذای سبز خوردین و آش خوردین و نوش جونتون. حتما دیروز بعد از ظهرم از رو آتیش پریدین که چه بهتر. خونه تکونی ها هم کردین یا هنوز دارید میکنید؟ و بزرگترین خونه تکونی در سال نو برای ما ایرانی ها چه خونه تکونیه؟ خونه تکونی قلب هامونه. طبق آینه همین ساله ما قلبمونو میتکونیم، تمیزش میکنیم و یا فراموش میکنیم، نادیده میگیریم ناراحتیامونو از دیگران، به دیدن بزرگترها میریم، دل بزرگترها رو به دست میاریم و همینطور تمام غم و اندوه و ناراحتی رو از دلمون بیرون میکنیم و شاد و سرحال و جوان درست مثل گلهای بهاری و غنچه های بهاری هستیم. به هر حال تا یادم نرفته، چون هر هفته میخوام دربارش بگم یادم میره دیگه، امروز آخرین روزه باید حتما بگم. و امروز چهارشنبه است، روز یکشنبه مسابقه سراسری یعنی اینترنشنال از تمام دنیا میان برای مسابقه ماراتن در لس آنجلس، من شرکت میکنم و امیدوارم که خیلی از دوستان عزیز و توی مسابقه و همینطور بیرون مسابقه، اونایی که تو لس آنجلس زندگی میکنن ببینم. اونایی که تو لس آنجلس هستن فردا مایل 19 ها میشه سر سنمانیکا و وست وود. اونجا کمپانی کلیف که انرژی بار و چاکلت و اینات به هر حال که ما مخالفشیم داره درست میکنه، اونجا یه جشنی داره برای اونایی که برای تشویق میان. چه میدونم، حتما میدونن اونا هم که ایده ای رو میاست. به هر حال شیرنی و کافی و اینجور چیزا داره برای کسایی که میان برای تشویق. امیدوارم که شماها رو ببینم و هم مثل همیشه نیروی مثبتتونم، مثبت شما همراه من در طول راه باشه. برات قبل از هر چیزی به تلفن جواب بدم. نمیدونم، درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما، بفرمایید. خسته نباشید، پیشاپیش عید بهتون تبریک میگم خانم دکتر. برای شما هم همینطور، سال نو خوبی داشته باشین جانم.
بسه من یه نوه دارم تو ایرانه، این شست پاش یه زیگی زده. بله. بردن دکتر گفتن این بعد اینه فریزش کنیم. بله. فریز کنیم. بعد که این ویروسی هم هستش. خواستم ببینم که واقعا این چیکار باید کرد. بله، یه راهش همونطور که بله از تلویزیون گوش میکنین لطفاً. بله. خواهش میکنم. بله، یه راهش همون فریز کردنه که اکثرا دکترها میکنن. نه، اگه بخواین از راه طبیعی باشه میتونین تشریف ببرین هلت فود استور. یه روغنی هست به اسم تویا. TUJ با J مینویسن. تویا اونو میگیرید، میفرستین براشون، میزنن. بی خطرم هست، کمک خیلی زیادی هم میکنه. اون چیز بدی نیست. درود بر شما، بفرمایید. الو. درود بر شما، بفرمایید. عید شما مبارک، سال نو تو مبارک، بفرمایید. من مخانه دکتر میترا مهاجم صحبت. خودم هستم آقا، بفرمایید. سلام عرض میکنم خانم. سلام از بنده است. ضمن عرض ادب و تشکر از برنامه، من از سیادت صحبت میکنم. ضمن عرض ادب مرسی همینطور که ضمن عرض ادب با تشکر بفرمایید. الو، سوالی داشتم. بفرمایید. در مورد در برنامه های قبلیتون یه سوال فرموده که یکی یه نوشابه نوشیدنی دختر خانم شما استفاده میکنه که خیلی شاد میکنه و خیلی انرژی میده بهش. میخواستم بدم این نوشابه اسمش چیه؟ ممکنم اسپل بکنه؟ من برای نوه هم میخوام. بله، حتما. البته گفته بودم ولی نگفتم نوشابه است یا نوشیدنیه به قول معروف. نه، اونطوری نیست. ولی کن بله گفته بودم که نیچر نکتر کپسولیه که از رویال جلی درست میشه، گفتم اونو من دارم، هم سیستم دفاعی رو بالا میبره هم انرژی میده. وقتی که کسی که انرژی زیاد داره خوشحاله، نه؟ کسی که انرژی نداره یه جا میشینه، حوصله کسی هم نداره، با کسی هم حرف نمیزنه، نمیخنده، شاد نیست، اطرافیانش هم شاد نمیکنه. ولی کسی که انرژی داره همیشه شاده خودش. وقتی کسی میخنده اطرافیانش هم خوشحالن باهاش، نه؟ به خاطر همین و داشتم مثال میزدم، گفتم دختر من موقع امتحانش بود انرژیش زیاد نبود، بهش گفته بودم من از این کپسولا بخور بهت انرژی میده، خوبه. قبول نمیکرد تا اینکه یه روزی خورد، رفت از دانشکده زنگ زده بود، گفت که این منو خوشحال کرده. خوشحالش نکرده، انرژی بهش داده، فکر کرده خوشحاله. این مسئله بود. از اینکه خط سوم ما کار نمیکنه. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. سال نوتون مبارک. خانم دکتر، من دو سوال داشتم. بله بفرمایید، خواهش میکنم. یکی این که راجب جوانه گندم یکی که میگفت اون همه چیز را داره، یا این صحیح هست یا نه همه مواد را داره؟ بله بعدن. دوم این که وقتی این دستگاهی که این آب دایی رو میده، این آب وارد معده میشه. بله. معدم که اسیدیه، اینا همدیگه رو خنثی نمی‌کنن؟ نه، الان براتون توضیح میدم. سوال بسیار خوبی کردین. الان براتون توضیح میدم. خواهش می‌کنم. از کجا گفتین زنگ می‌زنین؟ من از ونکوور کانادا. بله. الان از تلویزیون گوش کنید. ببینید، در مورد جوانه گندم، بله کاملا درست گفتن. از 99 تا المنت توشه. و مثالی که من همیشه میزنم، یادم من خب من گوشت و مرغ و چندم اینجور چیزا نمیخورم، نه؟ خب جوونه خیلی زیاد میخورم، الانم که خودم تو خونه درست میکنم جوونه ها رو میخورم، هم تو سالاد میریزم، تو همیشه خورد میکنم میریزم و خب تازش هم که با همه چی میخورم. و جوونه گندم یادم هر سال که سبزه میذاشتم، مادرم یه سالی گفته بود خب سبزه ها رو چیکار کردی؟ گفتم خوردم. سالا پیش بود، خب دیگه الان عادت کرده مادر من. گفت خوردی سبزه رو؟
گفتم خب آره چی کارش کنم؟ گفت بعد مینداختیش تو آب. گفتم خب آب بندازم میتونم دو تا برگشو بندازم تو آب، ولی حیفه وقتی میتونم بخورم چرا بندازمش تو آب. دقیقاً جواب سوال شما همینه که بله 99 تا المنت داره، بهترین منبع ویتامین بیه. اگر اونو آبشو بگیرید بخورید، که البته بسیار تلخه ها، یادتون باشه تمامش. من البته توی برنامه با خانم سروش که حرف میزدیم، وقتی صحبت از چیزایی که یعنی گیاهایی که من دارم یا تینکچرا قطرهایی که دارم، میگفت اوه خیلی تلخه، خیلی تلخه. دقیقا درست میگفتن و میگن تلخه. تمام گیاها، حتی کاهو، ببینید کاهو هیچ تلخی نداره. وقتی که اینو بگیرید، عصارش رو بگیرید، تلخ میشه. جوون گندم هم تلخه، بسیار تلخه. به خاطر همین شما باید واقعا واقعا به همین اندازه توی یه ظرف کوچولو رو یا سری بخوریدش یا توی یه لیوان آب یا یک لیوان گیاهای دیگه سبزیجاتی که میگیرین قاطی کنین. البته هیچ چیز رو آبش رو نمیگیرین غیر از گندم، که اینو عصارش رو در میارین. اینم آبش نیست، عصارش در میاد، یعنی چیزی که از اون طرف. اگر بخواین خود گندم رو بگیرین، جوونه نه، جوونه رو که خب میجوی میخوری، خودش رو بگیرین از اون طرف، یعنی هیچ چیزی توش نیست، الیاف خالیه که میاد. حالا تو اون الیاف هم میتونین زیر گلا بدین، میتونین تو آش بریزین، تو سوپ بریزین، چیز بدی نیست. خب ولی درست گفتن کسی که این حرف رو زد، درست گفت. در مورد آب قلیایی، این باعث شد که من میتونم در مورد این دستگاه آب صحبت کنم، چون هر دفعه سوال زیاده. ببینید بدن ما در کل، پی اچ بدن ما بین 0 تا 14، 0 نهایت اسیدی بودنشه و 14 نهایت قلیایی. هیچ وقت 0 رو 14 نباید باشه، وسطش میشه 7، ولی بدن ما نباید 7 باشه، باید بیشتر به طرف قلیایی بودن باشه تا اسیدی بودن. بدنی که قلیایی باشه یعنی 7.4 باشه، بدن سالمه. بدن یکی درد نداره، فشار نداره، کلسترول نداره، گلبولا پایین بالا نیستن، قند بالا پایین نیست، فشار بالا پایین نیست، آرتروز نیست، درد نیست در بدن، بدن سالمه. این میشه 7.4 و نیست، بدن ما نیست هر چقدرم بکنیم. حالا جدیدن دیدم میگن آب قلیایی، بازم تو شیشه پلاستیکی که خودش سرطانزاست، یک ظرف یک آب مرده معلوم نیست مال چند وقت پیش، کهنه، توی یه ظرفی هست. ما تازه پول میدیم اون ظرف رو میخریم، درسته؟ اون پولا رو اگر جمع کنیم و خیلی 10 تا از این دستگاه میتونیم بخریم با اون پولا، تازه مریضم نمیشیم، سرطان هم نمیگیریم. این دستگاه 7-9 آب میده، 3 درجه آب قلیایی میده، یه دونش آب خونساست که ما داروهای شیمیایی رو باش میخوریم، 7.0ه، ولی آب پاک خوبه. یه دونش هم بیوتیه که صورتمون رو باهاش میشوریم، دستمون رو میشوریم، اونایی که دستشون زخم میشه، صورتشون زخم میشه، براش خیلی خوبه. پایین تر از همه استرانگ اسیدیک وادر که من تو برنامه که با آقای باقرین انجام دادم، اونجا دقیقا نشون دادم که چطور چربی رو این حل میکنه. این بهترینه برای اینکه ما میوه‌جات و سبزیجاتمون رو با اون بشوریم. فوق العاده قویه برای شستن سبزیجات و میوه‌جات. مثلا اون چربیایی که دیدین رو میوه ها و سبزی ها، سیب، گوجه، یه مقداری چربه، اون چربی ها رو از بین میبره. ولی در مورد این که گفته بودین خب حالا این بله دقیقاً به خاطر همینه که هیچ آبی رو شما همراه با غذا نمیخورید. خب به خاطر همین شما 1 ساعت قبل از غذا آب نمیخورید، همینطور 1 ساعت بعد از غذا نمیخورید، که این هیچ آبی رو البته نمیخورید، خب این آب هم نمیخورید. مثلا آب قبل از غذا نباید خورده بشه، که اسید معده اندازه طبیعی خودشو داشته باشه، که اسید معده کم نشه، که اسید معده رقیق نشه، هیچ مایعی که باعث این بشه که ما اشتباها بگیم که بدن ما، معده ما اسیدیه، در حالی که مثلا معده ما اسیدی نیست، اسیدش کم میشه، رقیق میشه، ما فکر میکنیم که کم شده.
درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما هم دکتر. حال شما چطوره؟ مرسی، ممنون. یه سوال داشتم. این خانم دکتر، پشت گوش اگر خوبی بزنه این علتش چیه و چیکار باید کرد؟ صداتون قطع شد، هم خیلی هم ضعیفه. یه پشت چی بزنه؟ گوش، پشت گوش. خب چی بزنه؟ خشکی میزنه. آه، خشکی میزنه. بله، الان براتون میگم. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. با من هستید؟ بله عزیزم، بفرمایید. با تشکر دکتر ذکریایی. خواهش. این جوانه گندم، چرا گندم و چجوری میشه درست کرد؟ خیلی ممنون میشم، خداحافظ. خواهش میکنم. امروز برای اولین بار، خیلی جالبه، این من باید حتما بگم، 20 دقیقه از برنامه میگذره، اولین خانومی بودن که رو خط اومدن و همه تا به حال آقا بودن. همیشه همه خانوم ها اورپاور میکنن و سوالا همه از طرف خانوم هاست. امروز این 20 دقیقه اول از طرف آقایون بود. خب خوبه. خشکی پشت گوش قارچه، اکثرا قارچه، مگر اینکه ببخشید بدن ما خشک باشه. اگر که بدن ما در کل خشکه، یا یکی از دلایلش اینه که در جای خشک زندگی میکنیم یا بدنمونو مرطوب نمیکنیم، چربی نمیزنیم، داخل بدن ما اسنشیال فتی اسیدش کمه، اومگا 3ش کمه، اومگا 6ش کمه، که در اون صورت باید حتما فلکسید اویلو بخورید، که همه ما باید بخوریم روزی یه قاشق فلکسید اویلو. ولی به این صورتی که فقط پشت گوش ها فکر میکنین، به نظر قارچ میاد بیشتر، که خب این قارچ هم باید حتما و داخل بدنتون تمیز بشه و این قارچ ها از بین بره، چون جلوشو نگیرید در اثر مرور زمان آروم آروم به ندرت این نشیو پیدا میکنه، ممکنه جاهای دیگه هم بره، که قارچ ها از کندیداها هستن، کندیداها میشن قارچ ها در بدن ما، قارچ ها میشن سرطان. تمیزی داخل بدن یکی از مهمترین کارهای زندگی ماست که ما برای بدنمون باید انجام بدیم. من، شمایی که تو خونه نشستین، به بدنمون بدهکاریم. خب ما بدهکار بدن خودمون هستیم، بدهکار چشممون، گوشمون، دهانمون، گلومون، ریه‌مون، کبدمون، مغزمون، اینا دارن ما رو از همون تیکر میکنن، دارن راه میبرن بهمون. میتونیم نفس بکشیم، میتونیم حرف بزنیم، میتونیم ببینیم. خب بعد اینا رو خوب نگرش داریم دیگه. ما خونمون رو تمیز میکنیم، ماشینمون رو تمیز میکنیم، داخل بدنمون هم همونطور که موهامون رو میشوریم، تنمون رو میریم آب میزنیم و میشوریم، بعد داخل بدنمون هم حتما بشوریم خانم ها آقایون. البته یادتون باشه ما وقتی که تمیزی داخل بدنمون رو میکنیم، چیز خاصی انجام نمیشه، بیمار نمیشیم، سالم میمونیم، سلامتمون مدت طولانی تری خواهد بود. این علائم تمام کسایی که هر سال با من این کار رو حداقل سالی یه بار بدنشون رو تمیز میکنن، زنگ میزنن میگن ما اصلا مریض نمیشیم دیگه. شکر. این خودش بزرگترین حرف مثبتیه که یکی بتونه بزنه تو زندگیش. تلفن ها یه مقداری اشکال داره. در مورد جوونه گندم چجوری درست میکنین؟ خب شما همونطوری که سبزی عید رو درست میکنین درست بکنین. هر جوانه ای رو، فقط جوانه گندم نیست که خوبه، بیشترین آنزیم های دنیا که الان همه ما کم بوده آنزیم داریم در جوانه ها هستن. جوانه گندم هست، ماش هست، عدس هست، لوبیا هست، دونه های مختلف سالات هست، خردل هست، همه چی هست. هر چیزی رو، سیدش رو میتونین بگیرین، این سبزه تو خونه جوونش رو درست کنین، جوونه که زد آماده شد جوونه ها رو بگیرین بخورین. نه، دستگاه هایی هست که نهایت من خودم یه دونش رو تو نمایشگاه گرفتم، بسیار عالیه و وقتی که دیدم باورم نمیشد که 3 روزه هر سیدی رو، هر هسته دانه ای رو بذارید به این بلندی میشه و واقعا 1 هفته به این بلندی که تموم میشه. دستگاه کوچیک دایره شکله، به آب میریزیم و یه فواره هم داره، به برق میزنیم،
سر یه زمان مشخصی آب میده بهش، سریع بلند میشه. واقعا یک هفته باید درش بیاری و الا خراب میشه. اینقدر یعنی واقعا بی بلنده میشه یک هفته. تر و تمیز و سبزی هم که ارگانیک هم باشه، هیچ گونه مواد شیمیایی هم بهش ندادی، این بهتری میشه. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم، من یه سوالی داشتم. برای اسید اوریک چه میوه هایی، چه غذاهایی باید بخوریم، چیا رو نباید بخوریم؟ چشم، شما خودتون اسید اوریک دارین؟ بله منم دارم، پسرم هم داره. بله ارثی هم هست. چشم، حتما براتون میگم. خدا نگهدار. بفرمایید. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خسته نباشید خانم دکتر. من از ونکوور کانادا زنگ میزنم. مدت 2 ماه پیش بود که زیر سینه های من، چون کار من کوکینگ آشپزی میکنم، عرق سوز شده بود، قرمز شده بود، الان خیلی میسوخت و اینا، هی تون تون حمام میکردم، الان یه خورده جاهای سیاسی ها روش مونده. میخوام ببینم این چیه یا با چی میتونم اینو از بین ببرم. خیلی ممنون. شما چربم میکنید؟ نه هیچ کار نمیکنم. چرب کنید، بهترین چیز چرب کردنه. امیدوارم که هیچ وقت اون پماد جانسون آن جانسون بچه رو نزنید. من هیچی نمیزنم، ولی چی بزنم، با چی چرب کنم؟ با هر چیزی که بدنتون میتونین، روغن اسخودوس یا لوندر اویل باشه، روغن بادوم، روغن کرچک، روغن کوکونات، نارگیل، هر چیزی، کم، خیلی کم چربش کنین، تمام این زخمش و اینا سریع از بین میره. زخم نداره، فقط همینجور عرق سوزش رفته، الان لکای سیاسی ها یکم روشه، نه خارش دارم نه سوزش دارم، هیچی. میگم یعنی قارچ، ممکنه قارچ باشه؟ میتونه قارچ باشه، بله. نه ببینید، قارچ اگه باشه، قارچ از داخل بدن شماست، داخل باید همون تمیزی داخل بدن بشه از بین میره. جای دیگه تون نزده؟ نه لکای سیاه نرفته هیچ جا، الان هم خارش و اینا نمیکنه. هیچی. اون 2 ماه پیش چرا عرق سوز شده بود، قرمز شده بود؟ خب الان امکان داره از بین بره. اگه از بین نرفت، بله با من تماس بگیریم. ولی شما یک ماه دیگه صبر کنین، امکان داره همینطور که میرین بدنتون رو میشورین، این رنگ ها کم کم از بین بره. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی. خیلی ممنون. درود بر شما، بفرمایید. تلفن ها. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. بله خانم دکتر، سلامت. سلام. حالتون خوبه؟ مرسی جانم. خانم دکتر، این جوانه گندم که میگن چقدر بلند بشه؟ میگن تا اون حدی که فقط سفیدی بزنه بالا، اون درسته. اگر یه وقت خیلی مثلا 1 سانتی متر یا 2 سانتی متر بشه دیگه ارزشی نداره. و در ثانیه یه سوال دیگه این که یا جوانی گندم اون گلوتین رو دیگه نداره؟ میشه کسانی که نمیتونن گلوتین، یعنی اون پروتئین جوانی گندم که گلوتین داره، هنوز میتونه بخوره یا نه؟ بله چشم، الان براتون میگم. خیلی ممنون. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. سلام خانم دکتر، میبخشید من 2 تا سوال داشتم خدمتتون. یکی که من سرطان داشتم، الان خوب شدم، سرطان معده. الان میگن شیرینی خیلی بده برای این بیماری. حالا میخواستم سوال کنم ببینم آیا ما با عسل، من دیگه با چایی و همیشه به جای هر شیرینی اونا رو استفاده میکنم، ضرر داره؟ و سوال دومم این دستگاهی که سرمدی جوان درست میکنه اسمش چیه و از کجا تهیه کنیم؟ خیلی من مشتاقم که این کار کنم، چون همون برای B12 داره، بدنم خیلی احتیاج داره دیگه، خسته شدم از بس آمپول زدم B12. قربونتون برم، ممنون میشم. من از تلویزیون گوش میکنم. خواهش میکنم. نگهدار، عیدتونم مبارک. عید شما مبارک. سال نوتون مبارک، بفرمایید.
درود شما خانم دکتر، سال نو مبارک پیشا پیش. مرسی بر شما هم دکتر. مرسی عزیزم. خانم دکتر، این دستگاهی که فرمودین میشه اسمشو به ما بگین و از کجا بگیریم؟ این یک سوالمه. سوال دومم این خمیردندونی که گفتین چرنگ چی، من یادم رفت اون هفته فرمودین، میشه یا اسپلش بگید یا اسمشو؟ خیلی ممنون میشم. خمیردندون گفتین چرنگ، نمیدونم. آه آه بله بله بله، یک دنیا ممنون. اگر که اونم یا اسپلشو بگید یا اسمش بعد کجا بگیریم. چشم چشم چشم. البته من چیزایی رو که میگم اینجا خودم دارم، مگر اینکه بگم از جایی بگیرین نمیارم و جای میدونم چه چیز خوبی هست جایی داره، میگم برید از اونجا بگیرید، دیگه من نمیارم. در مورد اسید اوریک، قدیم ها همیشه میگفتن این بیماری بیماری پولداراست، شاهانه است، میلیونراست، ولی الان دیگه همه میگیرن. این از زیادی گوشته. اولین چیزی که هست، شما باید ویجیتریان بشین، اولین کاری که میکنین، چون بیماریه که اکثر غذاهای دنیا براتون خوب نیست. کربوهیدرات براتون خوبه، مقدار کمی فت براتون خوبه، سریال براتون خوبه. بهترین چیزی که براتون خوبه و واقعا میتونه جلوی دردتون رو بگیره، یک گیلاس. من به همه اونایی که این بیماری دارم میگم همیشه گیلاس سر میزتون باشه. فصل گیلاس بخرید، بشورید، تمیز کنید، بذارید تو فریزر که بتونید به طور روزانه بخورید. فوق‌العاده موثره. مرکبات بسیار براتون خوبه. اوکان یکی از بهترین هاست برای نقرس یا گاوت. بهترین هاست به دلیل اینکه این عصاره است، کورکومن داخلشه، فوق‌العاده کمک میکنه. من تا الان کسایی که این بیماری رو داشتن ازم گرفتن 4 تا 5 تا تو خونه دارم، به دلیل اینکه هیچ ضرری نمیزنه، هیچ ساید افکتی نداره، کار خودش رو انجام میده، انتای فلمنتریه، یعنی ورم رو جلوشو میگیره. پس گاوت یا همون نقرس هم ورمه، خب جلوشو میگیره، جلوی درد رو میگیره. این بهترینه. گیلاس یادتون باشه. مثلا عدس رو خیلی کم میتونیم بخوریم، اکثر حبوبات رو هم زیاد نمیتونیم بخوریم. مسئله اینه، خیلی محدود غذاهایی که میتونیم بخورید. غذای دریایی کم، مشروب که میدونید نمیتونید بخورید. و وقتی هم که درد گرفت، یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که با اوت یه خمیر درست کنید، یا با جینجر و آب، پودر جینجر و آب یه خمیر درست کنید بزنید به جای درد. این گرم میکنه، عرق میکنین سریع و خوب میشه. کسایی که بیماری گاوت دارن خیلی حواسشون باید به کلیه باشه، چون به کلیه خیلی سریع صدمه میزنه. سوال بیشتری داشتین با من تماس بگیرین، بیشتر صحبت میکنیم. جوونه، ببینید شما گفتین 3 سانت که بلند بشه، 4 سانت که بلند بشه، اون دیگه جوونه نیست که. جوونه همون ریشه، ما بهش میگه همون چیزی که اون ته ته ما میخوریم. وقتی که بلند شه میشه خود گندم. وقتی که خود گندم باشه، بله گندم گلوتن داره، خب آف کورس که گلوتن داره. خیلی جالب بود، 3 روز من تو کانفرانس بودم، روی یک کانفرانس بین المللی بود، خیلی رو همه چی نوشته بودن گلوتن فری. آخه وقتی که مثلا یه چیزی که از زردچوبه درست شده نوشتن گلوتن فری، حالا می نویسن حلال و کوشر و اینا رو که می نویسن، گلوتن فری رو نوشتن. آخه من میگم بابا، یا مثلا خورما، خورما کجاش گلوتن داره که شما میمیسین گلوتن فری؟ حالا جی ام او درسته، ولی خورما که گلوتن نداره. به خاطر همین خیلی جالب بود. الان بله، شما اگه خود گندم بشه، گندم گلوتن داره، نخورید. در مورد کسی که سرطان داره و شیرینی میخوره، بله ببینید، 2 چیز غذای برای سلولهای سرطانی. 1 شیرینی، شکر. 2 لبنیات. اینا سلولهای سرطانی در شیرینیجات و لبنیات زندگی میکنن، زنده میمونن، تکثیر میکنن، زاد و ولد میکنن و بزرگ میشن. پس بنابراین به خاطر اینه، یکی از دلایلی که ما میگیم شیرینی نخورین و لبنیات نخورین.
ولی در مورد خرما عسل میخورید اونم به مقدار خیلی کم، خیلی خیلی کم، و درستش رو بگیرین، چون عسل ها 95% تو گزارش من خوندم بالای 95% عسل هایی که بیرون عسل طبیعی نیست. شما عسلی که میگیرید باید روش نوشته باشه که ویرجین باشه، حرارت داده نشده باشه، ارگانیک باشه، که البته ارگانیک زیاد پیدا نمیشه، ولی به هر حال این چیزا رو داشته باشه که شما بخورید. دستگاه جوانه گندم رو اسمش لایف تایم یه چیزی مثل اینه، به من زنگ بزنید با همون شماره 415-450-544 توی اینترنت میتونین بخرین، کتابش میتونه براتون بیاد، گاهی اوقات حراجه براتون میفرستن. خود کمپانی اتفاقا به من گفته بود میخوای دستگاه رو ببری و تبلیغش رو کنی، گفتم نه من تبلیغ رو همینطوری میکنم، بذارین بیان ازتون بخرن، چیز خوبیه، همه استفاده کنن، چرا که نه، به نفع اونا. حالا در مورد این دستگاه، این دستگاه رو شما تشریف ببرین رو وبسایتم mitrahealth.com. اولین ویدیو، همون صفحه اول هوم پیجش، اولین ویدیو بالا دست چپ بزنید روش، یک ساعت من دمو میکنم در مورد اینا، تمام مسائلی که مربوط به اونه بهش میگم. اون بالا هم رو آب کلیک بکنید، یه دمو 20 دقیقه به زبان انگلیسی و تمام انواع اقسام دستگاه هست، ولی از من تهیه میکنید، براتون میفرستم. شماره 415-450-544. سوال بیشتری داشتید زنگ بزنید با من تماس بگیرید. درود بر شما، بفرمایید. من خانم دکتر. بله خانم، سال نوتون مبارک. درود بر شما، سال نو شما رو شاد باش، خجسته باد. من دو تا سوال داشتم، یکی که این سموم زدایی معده، من از شما بخوام بخرم، الله هر رو تلفنم ممکن نگید روی چند میشه، بعد دستور خوردنش توش هست. یکی هم این که من سرم مدتی یه آرایشگاهی رفتم، بعد که اومدم سرم یک جوشای کوچولو میزنه میزنه میخوره، بعد میره دو مرتبه میاد. حالا خواستم ببینم که من این کار باید بکنم. چشم، الان براتون میگم. حتما. خیلی از نظر موهای زمینه سرم ناراحتم. موهاتون و جوش سرتون میگم. خوبه بعد دو مرتبه میبینه شروع میکنه جوشای ریز ریز. بله الان براتون میگم. ممنونم. خواهش میکنم. متشکرم. سال خوبی داشته باشی. درود بر شما، بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. من هستم. سلام عرض میکنم. سال نوتون مبارک. انشالله که سال خوبی داشته باشید. تبریک میگم. نوروزتون پیروز باشه. و من یه سوال داشتم ازتون راجع به این که هر از گاهی هر دو سه هفته یه دفعه یا ماهی یه دفعه بدن من بعضی جاها شروع به خارج میکنه، وقتی که دست میکشم مثل اینکه رفته باشم زیر شاخه درخت یه خراش به من داده شده باشه، و این خراش رو وقتی میخارونم انقدر تندر هست که فوری زخم میشه و مجبور میشم که ولش کنم. بعد دو مرتبه شروع به خارش میکنه، بعد از یکی دو روز خوب میشه، دو مرتبه در 15 روز یه دفعه دیگه میزنه. یکی این سوالم که جریانش از چه قراره. یکی دیگه این که اینجور که فرمودید که جوانه گندم یا جوانه هایی که ما برای عید درست میکنیم اینا رو مثلا در 15 روز رشد میکنه دیگه، اون اونقدر که رشد میکنه نمیشه بخوریم، باید بندازیم دور. بله نه نگفتم، مثلا من خودم عدس و اینا رو که میبرم جوونه زیرشو قشنگ خورد میکنم، تو سالاد میریزم میخورم. اونای دیگر هم با یه دستگاه مخصوص اینا هست، میشه آب گرفت قشنگ، یعنی فقط تارهاش میمونه، اون آبش میاد بیرون. یعنی برای 10-15 روز اشکال نداره؟ نه خب اون بالا رو هم میتونین خورد کنین، فقط گندمه که نمیتونین خورد کنین، بقیه رو آلفا آلفا رو قشنگ خورد میکنین میریزین تو سالاد، مسئله نیست که. مثلا ماشو عدس. بله 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 نه میتونین بخورین. بله 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 خانم. بله خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. الو. سال نوتون مبارک، بفرمایید.
الان سلام، سلامتون مبارک. مرسی. الو جانم بفرمایید، صداتون رو ایر خیلی هم خوب و قشنگ. من دو تا سوال داشتم. یکیش برای اصل معدم بودش که من اصل معدم خیلی زیاد از قبل اینطوری نبودش، ولی الان 7-8 ماه یه مشکل دارم، بعد یه موقعی هارت برنینگ دارم، بله. هم موقع یه جورم و الان اخیران هم مثلا نمیتونم قضا حتی قضا معمولی هم میخورم، احساس کنم که خیلی فول هستم. بله. که چه غذاهایی نباید بخورم اینا همه رو میدونم. بله. دیگه اگر نمیدونم یه روش دیگه ای باشه سال بعدیتون که بخورم خواستم بدونم. و اینکه لازم روزش مو اگه میشه بسترم توضیح بده، ما زمینه ارسی داریم ولی بازم خواستم ببینم که اگه روشی هستش که بتونم ازش شروع گیری کنم. بله حتما، خواهش میکنم. در مورد خمیر دندون گفتیم، البته من خمیر دندون که نگفتم چون اونا همه انزایم دهان رو از بین میبره و میدونیم بهترین انزایمی که تو بدن ماست یکی از بهتریناش از دهان ما شروع میشه که ما خوب ازش استفاده نمیکنیم، اکثرا غذا رو نمیجویم، دو تا گاز میزنیم و میدیمش پایین، ولی که بهترین آنزیم هاست و خمیر دندون از بین میبره و چیزی هم نداره و آلومینیوم هم داره. گفته بودم دو تا چیزه، یک فرانکینسنه که کپسولیه که باید هم حتما فود گرید باشه، قابل خوردن باشه، از تو فروشگاه معمولی یا به صورت حبه‌ای نمیتونی ازش استفاده کنین. اونو برای حافظه همیشه من میدم که میتونین دوتا کپسولشو هر دفعه بذارید توی ظرف کوچیکی، مسواکتونو بهش بزنین، آروم خیلی آروم دندونتون باش مسواک کنید. و بعد هیدروژن پراکساید فود گرید 12% که سه برابر با آب و اینا قاطیش میکنین، رقیقش میکنین و ازش استفاده میکنین و اونو یعنی بعد از اینکه اون دندونتون رو با اون شستین اونو قرقره میکنین و میکروب ها بکتری های دهان از بین میبره. این بکتری ها باعث میشن که خب یعنی از بین که بران هم از بوی بد دهان جلوگیری میکنن و میکنه و همین که جلوی کرم خوردگی رو میگیره، لثه ها رو سالم میکنه و میتونین شما روز دو سه دفعه فقط اینو قرقره کنین بریزین، چون اگر دهانتون به خاطر این بکتری یا بوی بدن بده، بوی بد دهانو میبره، میتونیم سر کارم ببرین با خودتون بذارین، ولی اونی که من براتون میدم سه برابر باید رقیقش بکنید حتما. سمزدایی معده، ببینید چیزی به نام تنها سمزدایی معده نداریم، پکیج تمیزی داخل بدنه که چون بدنتون همه رو باید تمیز کنید، نه فقط معده رو تمیز کنید، کبدتون باید تمیز بشه، کلیاتون باید تمیز بشه، خونتون باید تمیز بشه، انگل ها از بین بره، ویروس ها از بین بره، فلزات سنگین از بین بره، تمام اینا به صورت یه پکیج میاد. خب با من تماس بگیریم بیشتر توضیح میدم. در مورد جوش سرتون و همونطور اون خارشی که اون خانم گفتن و همینطور این ریزش ستایی رو من میتونم توی در مورد یک جواب میدم برای هر ستاتون. خوبه ببینید، مایت ها جانوران یا انگل های بسیار ریزی هستن که زیر پوست ما زندگی میکنن، هر جایی که مو هست زندگی میکنن. خب اینا وقتی که تجمعشون بیشتر زیاد شد باعث خارش، جوش، ریزش مو، کم شدن مو، نازک شدن مو. چرا؟ برای اینکه میان مواد غذایی زیر پوست سر ما رو میخورن، و که گفتین اصلا انگار که من سرم به خارش افتاد، مواد غذایی رو میخورن. خب سر ما مواد غذایی نمیگیره. خب بعد اینا حرکت هم میکنن، اگه آقای وارتان الان اونجا باشن بتونن عکس این مایت ها رو نشون بدن که اینا را میفتن. خب میان همینطوری رو پوست ما هستن، دوست عزیزی که گفتن خارش میگیرن، تجمع این مایت ها به احتمال قوی در بدنشون زیاده اگر خشک شدن اضافه نباشه، خشک شدن پوست بدن نباشه. به خاطر همین آقای بهبهانی سال هاست، خیلی بالای 170 ساله که دانشمندان مایت ها رو کشف کردن ولی نتونستن
چیزی رو به ما بدن، ماده ای رو، دارویی رو، سلوشنی رو به ما بدن که مایتو رو از بین ببره، بدون اینکه پوست سرمون از بین ببره. خب این برای آفت ها دارم میگم و مال برای ریزش نمیگم. خب اینم یکی از دلایلش، یکی از دلایلش که این همون آنجکس دموتکس مایت و این کارخونه آنجکس در استرالیا است به صورت کامل اینو ها جانوران زشت به صورت نر و ماده هستن زیر پوست ما زندگی میکنن، باعث جوش میشن، باعث خارش میشن، باعث زشتی میشن و همینطور اینا رو باید یه ست چهارتاییه که ما میدیم خدمتون و به وسیله آدیو ویدیو هم بهتون یاد میدیم که چطور شما میتونید اینا رو استفادهشون بکنیم. کامل کامل بهتون میدیم. دو ست میاد، حالا مثل اینکه یه پروموشن هم دارن، ولی به هر حال توضیح بیشتری خواستین به من زنگ بزنین 415-450-5040. راجبه اسید معده، ببینید ناراحتی های معده تو هر خانواده ای حالا ما میریم حداقل میبینیم یه نفر یه ناراحتی معده داره. به خاطر اولین دلیلش به خاطر کمبود آنزیم های داخل بدنه. اینقدر دیگه این آنزیم ها رو همه گفتن و گفتن و گفتن، دیگه 7-11 هم داره آنزیم میاره، نوشته که پروبایوتیک داره، این پروبایوتیک داره، بیاییم بخوریم. به هر حال یکی از دلایلشه. ولی خواهش میکنم هر چیزی رو که میشنوید نرید به اولین فروشگاهی که رسیدید این گیاه‌ها یا این چیزها رو دارن بخرید، یکی هم مجانی ببرید. این کار رو با بدن خودتون خواهش میکنم نکنید، بذارید یه متخصص بهتون بگه که از کجا برید با چه مارکی بخرید. ببینید من تو این سه روز گذشته که نه در حقیقت جمعه و شنبه و یک شنبه کنفرانس سه روزه بودم که از تمام دنیا تمام ساپلمنت های طبیعی رو آورده بودن، ساپلمنت طبیعی. میدونید من تو این سه روز از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر رو پا داشتم میرفتم با همشون حرف میزدم، باور کنید نصفشون هم نتونستم ببینم. این همه خب هم میگن ما گیاهی هستیم، هم میگن ما نچرالیم، ولی وقتی که میشینی باشون صحبت میکنین، وقتی که میرین توی چیزایی که دارن و کند و کاف میکنید، میبینید ای بابا خیلی هاشون به دونه دونه کنار گذاشته میشن. خیلی مواظب باشین. اولین دلیلش اینه که ما آنزیم نداریم، غذا در بدن ما تو معده ما هضم نمیشه. خب آنزیم خوبه، درد که دارین، هارت برن که دارین، یکی از دلایلش، یکی از کارهایی که میتونین بکنین سلیپری علمه، میتونید اونو بخورید. چرا؟ چون مثل یه حصاری دور معده و روده رو میگیره، نمیذاره درد بگیره معده. کارهای دیگه ای که میتونین بکنین، میتونین کلمه خام رو آبش رو بگیرین، یه نصف استکان شب یه نصف استکان صبح بخورین، سیب زمینی خام و آبش رو بگیرین، غذا آروم آروم یعنی کم کم بخورید، به تعداد زیاد بخورید، فاصله بین غذاهاتون کم باشه، غذا رو خیلی قشنگ یعنی تقریبا نرم نرم تو دهان کنید بدین پایین، خواهش میکنم. این اصلا باعث میشه لاغر هم بشید، یکی از دلایلشه. یکی دیگه از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم برای ناراحتی های معدتون که اینو به همه جواب داده و من همه رو دیدم، همین دستگاه آب قلیاییه که قشنگ به معده جواب داده، به ناراحتی های معده جواب داده. ندیدم کسی اینو داشته باشه و ناراحتی معدهش از بین نرفته باشه. کار دیگه اونم عالیه. چرا؟ چون باکتریای خوب معده رو میبره بالا. چیه؟ فرمنت کردن سبزیجاته، فرمنت کردن چند تا سبزیه که من دیگه مثل این وایس هم که برای همه میفرستم، چه بخواین چه نخواین من تخمیر سبزیجات رو براتون میفرستم که خونه خودتون درست کنید. من درست کرده بهتون نمیدم، ولی باید درست روی دستوری که میدم عمل بکنید، چون غیر از اون خراب میشه، کپک میزنه، از بین میره. خوب درست نکردیم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. ببخشید دیر شد. سلام علیکم.
درود جانم، بفرمایید. علیکم سلام. خانم دکتر، من 86 سالمه. من زگیا هر یک ماه یه دو تا دام از سرشونه به پایین یه درد به خصوصی میگیره و بعدش هم تماما دست یه شلی پیدا میگیره. نمیدونم علتش چیه. چند وقت شروع شده؟ تقریبا یک ماه دو ماه. شما چه داروی شیمیایی میخوری؟ من قرص تروئید میخورم، کلسترول میخورم، وایتس میخورم و مسکنم میخورید. خب ببینید، این به احتمال خیلی زیاد میتونه از عوارض جانبی یکی از این قرص ها باشه. میتونم از تیوی صحبت کنم؟ بله لطفاً. بله خواهش میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ببینید، این دردها میتونه از ساید افکت داروهای شیمیایی باشه که میخورید. خب اگر نه، نمیدونم، البته رو خط نبودین که بپرسم آیا آرتروز هم دارید یا نه، ولی به این صورتی که گفتین میتونه از عوارض این داروها باشه. با دکتر خودتون که صحبت کنیم بهتون میگه کدوم داروه که یکی از عوارضش اینه. ولی نه، اگر در کل کسی هستین که درد دارین، یکی از راهایی که درد رو از بین ببرین بدون اینکه ساید افکت باشه، بدون اینکه یه چیزی بخورین معدتون و رودتون و کلیتون رو از بین ببره، اوکانه بهترینه برای درد، بهترینه برای درد اوکانه. و بعد این مگنزیوم اویل خوردنی نیست برای استفاده روی پوست قسمت هایی که درده میذارین. 72 تا مینرال داره که مینرال هم همه میره در بدنمون استفاده میکنیم ازش و جذب بدن میشه. این دوتا چیزایی هم که بسیار خوبه برای دردتون. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر، درود بر شما. پیشا پیش نوروز و سال نوتون مبارک باشه. بر شما همینطور. شما راجع به قارچ بدن داشتین صحبت میکردین. من ناخون قارچ داره و الان هم دارم یه دوای شیمیایی میخورم. میخواستم ببینم که راه حلش چی هستش و میشه لطفا راجع به پکیج های تمیزی بیشتر توضیح بدین؟ پکیج تمیزی ها؟ بله عزیزم. بله حتما، خواهش میکنم. بسی. شب خوش، خدافظ. خدا نگهدار. ببینید، قارچ بدن، اصلا حتی اگر قارچ هم نداشته باشیم ما باید بدنمون رو تمیز کنیم. ولی قارچ ها اول کندیده ها هستن. کندیده ها موجودات بسیار ریزی هستن که از راه هوا و غذا وارد بدنمون میشن، وارد معده میشن، از معده میرن تو روده کوچیک، از خمل های روده کوچیک وارد خون میشن، بعد به تمام بدن ما دسترسی پیدا میکنن، مغز، همه جا، همه جا. خب بنابراین اینا باید ریشه کم بشن. چرا؟ بر اثر مدت زمان این کندیده ها تبدیل به قارچ میشن و قارچ ها جلوشون نگیریم تبدیل به چی میشن؟ سرطان در بدنمون. خب دست فکت، این واقعیتیه که هست. خیلی از دانشمندان بزرگ دربارش بارها و بارها صحبت کردن. و در مورد قارچ ناخون هم همینطور، اینا داخل بدن ماه که باید از بین بره. هیچ چیز شیمیایی اینا رو از بین نمیبره. قرصایی که هست این ناخون رو از این ناخون به این ناخون میزنه، از این ناخون مصری نیست، اصلا مصری نیست، ولی کن رو بدن خودتون از ناخونی به ناخون دیگه میتونه بره و هر کرمی هر چیزی بزنین روش میره، دو مرتبه بعد از چند ماه میاد. چرا؟ چون داخل بدنمونه. خب ولی بله، با این سلوشن های پکیج تمیزی ها این از بین خواهد رفت 100%، دیگه هم نخواهد آمد، دیگه هم تو بدن ما نخواهد آمد. یک داروی شیمیایی هست، قطره‌ایه که خود دکترای نازنین به ما میگن ما نمیدیم بهتون، به دلیل اینکه این اگر بهتون بدیم کبدتون فوق‌العاده آسیب خواهد دید. بعد شما تصمیم میگیرین آیا اونو میخواین استفاده بکنید یا نه. این یکی از بهترین داد. در مورد پکیج تمیزی ها، پکیج تمیزی ها از 5 تا 8 تا میتونه باشه یا 9 تا میتونه باشه که با سوالایی که میکنم ازتون بهتون میگم آیا 5 تا احتیاج دارین، 7 تا 6 تا 9 تا، بستگی به شما داره. به من تماس بگیرین 415 450 5044. من به همه این خطا جواب میدم. کسی رو خطه؟ نه.
بله نه به خط فکرم الان دارم با کسی به طور آزاد صحبت میکنم، به خطا جواب میدم ولی وقتم تموم شده. سال نو بسیار قشنگی براتون آرزو میکنم و امیدوارم روز یک شنبه خیلیاتون رو توی لس آنجلس ببینم تو مسابقه. حال ندیدم هم اشکالی نداره، نیرو مثبتتون رو بفرستین برام و هفته بسیار نازنین با قهقه سلامتی برای شما و تمام خانوادتون. خدا نگهدار. Say goodbye to your pain. Find your health and happiness in Dr. Mitra's 100% certified organic products. Dr. Mitra's products reduce the risk of multiple illnesses from children to the elderly. Ships worldwide. Leave your health and happiness in the hands of Dr. Mitra. Or reach us at www.mitrahealth.com. For more information or to order, please call us at area code 415-450-5044. आप कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, अपनी जिंदगी में सुकून और आराम लाएं। खूबसूरती और जवानी आपका हक है। आपकी जिंदगी के सफर में खूबसूरती और खुशहाली बांटने में डॉक्टर मित्रा ज़कारियाई हमेशा आपके साथ रहेंगे।